اللهم صل محمد و آل محمد بالله من الشیطان اللعین بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمت الله تسلیه درز میکنم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم فرستن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین رو به خصوص ازاداری روز تاسوار رو امیدوارم که هاتون مقبوله درگاه خداوند متعال آستان مقدس اهل بیت علیه السلام قرار گرفته باشه انشالله انشالله که خوش رزق و روزی ما از این ماه شریف محرم که شرفش به واسطه امام حسین حقیقتا دست پر بیرون بریم ما یه سلسله بحثایی رو این شبها در نزدیکی های همینجا تو همین منطقه از تهران تقریبا داشتیم و مونتا دوستانی جوانانی یک مراسمی رو راه انداخته بودن چهل روز پشت سر هم ندبه تا روز آشورا و در واقع یک جمعی بودن که در واقع استغفار بکنه از گناهان مانع ظهور و ظهور امام زمان رو بخونم توفیق نصیب ما شد که امروز ما نمیدونم روز 39 میشه یا 39 الان 39 این چله خدمت شما باشیم بحثی هم که درخواست کردن به نوعی بخشی از اون مبحثه من تا من یه کاری کردم اینکه در واقع یک جلسه از اون جلسه من جلسه کلا خاص و قولش و سرفته است برای خودش منتها محضر شما عرض بکنم که قابل در واقع چسباندن به اون جلسات هم هست یعنی کسی که این بحث رو بشنوه کامل متوجه میشه یک سرفس کامله منتها میشه به اون جلسات هم اضافه بشه و قرار اضافه هم بشه تشکیل حکومت الهی بر روی زمین یکی از اهداف بوده و سالهاست بشر به دنبال در واقع بشر منظور خط به دنبال در بخش های از کره زمین محقق شده مثل زمان حضرت داوود یا حضرت سلیمان یا حکومت پیامبر گرامی اسلام یا پنج سال امیرالمومنین اینا هیچ وقت هیچ وقت جهانی نبودن یک بخشایی از یک منطقه بوده حالا حضرت سلیمان تو هم منطقه فلسطین من حضرت داود همینطور پیامبر گرامی اسلام فقط در بخش های از شبه جزیره حالا امیر المومنین حکومتشون وسیع ترن اون تا رجوع هم به امیر به عنوان خلیفت الله نبوده به عنوان یه حاکم مثل بقیه صحابه بشین رجوع کردن یعنی خود خلیفه دوم میگه دیگه میگه اگر تو شورای شش نفر کرد میخواد درست کنه میگه اگر مثلا خالد زنده بود من او رو خلیفه میکردم چه بسا واقعا مردم به سمت مثلا سمت اونها میرفتن به شما بگم یعنی قدر اهل بیت رو نمیدونستان اما پیامبر به عنوان یک نبی خدا رسول خدا بالا هر حال با ایشون بیعت شده با امیرالمومنین در هر صورت حالا حکومت تشکیل شده یعنی ما در مجموع در تاریخ چهار نفر از معصومی بیشتر نتونستن حکومت تشکیل بودن حضرت موسی موفق و تشکیل حکومت نمیشه امت رو تشکیل میده علیه حکومت جور قیام میکنه اون در واقع عبوحت و حکومت کفرم هم میشکنه منتها نمیتونه دیگه نمیشه نمی یعنی امت با ایشون راه نمیاد در واقع دنیا دنبال اون پنجمین حکومته که شکل بگیره و تفاوتش بر اینه که دیگه ایشون امام این نیستش که حکومتشون شکست بخوره چون اصلا لقبشون امام منصور یعنی قطعا پیروز میشه مراحلش هم این بوده که در واقع ولی خدا اول حیمنه حکومت کفر رو میشکنه یه پشت دست خوشکل تو دهن حکومت کفر میزنه میگه زمانی که حضرت موسا این اساش رو انداخت جلوی فرعون او ادرار کرد به خودش ترس داریم که ترسید روی اون عریکه که نشسته بود اون تختی که نشسته بود خودش عقب کشید همونطور رو داریم که خودش خراب کرد خورد شد یعنی جلو همه ببین یه تو دهنی اساسیه بعد وقتی هیمنه رو از هم پاشوند یعنی که تصویر رو نقش پاره کنین دونا میپاشه بیرون دیگه حول حکومت کفر مردم ریختن به هم این استخونی که بعد جا خورده بعد جوش خورده رو میشکنن دوباره جا میندازن و حضرت موسی رو شکون دوباره خواست جا بندازه تازه کار شروع شد یعنی اول امتش درست کرد بعد خیز برداشت به سمت تشکیل حکومت که موفق نشد دلیلش هم بود که خدا من میفرماد که حالا شما یه حرکت دست جمعی رو شروع کردید چون حرکت دست جمعی رو شروع کردید امتحاناتتون هم جمعیه سوره توبه میگه میگه شما سالی وقتی حکومت جمعی تشکیل بدید یه جمع یعنی عموم عموم مردم به اینو بخوان که خوان حکومت خدا تشکیل بده قرآن سوره توبه می‌فرماد، مره او مرتین یک یا دو بار در سال مورد آزمایش قرار میگیره این پس این آزمایش فرق میکنه با آزمایشی که ما هر روز داریم با حلال و حرام خدایی که باشیم شما ایم قرار میگیریم این آزمایش اجتماعیه دقت بفرمایید مثل خود ما که مثلا حکومت اسلامی تشکیل دادیم هر سال حالا یک دو یکی دو تا آزمایش جمعی رو داریم که حداقل یکیش هم انتخابات های ماست ما سال 40 سال تقریبا 40 تا انتخابات داشتیم سال یه دون انتخابات حداقل داشتیم خب همین بحث اقتصادی پیش میاد همین امتحانه دیگه باید خدا بینیم مردم چقدر پاکار حرف خدا هستن و چقدر دنبال شکمشونن چقدر دنبال حرفای خودشون علکی لاف خدا میزنن قرآن هم بیشتر از هر کسی دیگه راجع به بنی اسرائیل صحبت کرده تو انبیاء گذشته هزار آیه در مورد بنی اسرائیل چرا چون بنی اسرائیل تنها قومی بودن که موفق شدن به سمت حکومت اجتماعی خیز بردارن یعنی نه حضرت ابراهیم موفق شد حضرت ابراهیم حضرت نو فقط حیمن کفر رو شکستن فقط تصویر پارش کردن دیگه به سمت تشکیل حکومت پیش نرفتن اما حضرت موسی معمور بود برای همین هم قرآن بنی اسرائیل خیلی مثال میزن روایت داریم که همون بلایی که سر سر شما میاد نل به نل قدم به قدم عین دوتا لنگ کفش عین دو سر یک شانه مثال ها اینجوری داریم میگه هیچ سوسماری در بنی اسرائیل در هیچ سوراخی نرفت الا که تو بنی اسماعیل یعنی این طرف تو اسلام اتفاق میفته راجع من قبلا یه بار سخنرانی کردم 6 7 سال پیش به عنوان عبرت های بنی اسرائیل حالا از گوش کردم اون تا یه بخشش رو میخوام از اون وام بگیرم یه بخشش هم در واقع بیشتر امروزی ترش بپردازیم ببینیم در واقع چه اتفاقی چه ربطی به ظهور داره خب حضرت موسا حکومت حضرت موسا مثال بزنم چون قرآنیه و همه هم آشنایی در دل الحمدلله چون با سریال و فیلم و اینجور چیز هم در این بره زیاد ساخته شده خوب تو ذهن شریفتون هستش حتی حضرت موسا حضرت یوسف هم حکومت تشکیل نمیده وزیر یه کسو دیگه یه پادشاهیه دقیق بفرمیده خودش حاکم نیست اصلا قرآن میفرماد که اینطور برداشت میشه که حضرت موسا منجی بنی اسرائیل منجی یه فرد نیست منجی نجات دنده صفته میتونه چندین نفر باشه خود ماشیه که اینا بهش میگن منجی یا مسیح صفته توی تورات هم به کوروش گفتن ماشیه هم به اون فردی که تو آخر زمان میخواد بیاد باهم هم گفتن ماشیه مثل زلغرنین چه صفته صاحب دو شاخ یا صاحب دو شاخه صفته اما اسم مشخص اسم داوود سلیمان موسا حضرت موسا هم یکی از منجی اینا بود که وعده داده شده بود از حضرت یوسف زمان حضرت یوسف اینا خیلی عزیز میشن تو مصر چون یک نفر از اینها مشکلات و حکومتی و مردم هم برطرف کرد و خیلی اتفاق خوبی افتاده بعد که حضرت یوسف از دنیا میره دوباره قبطی ها در مصر حاکم میشن یعنی در زمان حضرت یوسف هیکسوس های آسیایی تو مصر حاکمن یعنی فرعون مصر فرعون مصری نیست نژادن مصری نیست مال آسیاس مال آفریقا نیست از این طرف اومده، از خاور میانه رفته زمانی که داریوش هم مصر رو فتح میکنه یه مدت به عنوان فرعون و اونجا براش حکم خونده میشه ایرانی اما شده فرعون و اونجا فرعون به لقب عمده پادشاهان مصر گفته میشد زمانی که حضرت یوسف از دنیا میره دوباره خود قبطی ها حکومت رو به دست میگن به خاطر همین خیلی بد رفتاری میکنن با غیر مصری ها دوباره رجوع میکنن به فرهنگ مصری خودشون به الهه ها و خدایان خودشون بسیار بسیار هم اذیت میکنن بنی اسرائیل کار به جای میرسه که ایام ایام الفطرت هم هست یعنی هیچ کس نیست هیچ پیغمبر خدا برشون نفرستاد به اینا وعده داده شده که منجی در راهه عین ما که دیگه پیامبر امامی به ظاهر در بینمون نیست وعده داده شده چی منجی قراره بید. در این ایام اینا مجبورن به فقهاشون رجوع کنن به اون کسایی که حالا دینو متوجه شدن از حضرت یوسف و حضرت یعقوب چیزای شنیدن نسلا در نسل به آخونداشون رجوع کردن به روحانیشون رجوع کردن که همین ابتدایات دینشون بتونن حفظ کنن تا منجی زور کنه و تو جامعه مصری حل نشن حضرت موسی ظهور میکنه به عنوان منجی و دلیل غیبتش هم یخاف القتله تا موقع که انقدر قوی بشه همین جامعه رو خود روش بده کنه حضرت موسی آماده میشه که ما در مورد اون زمان رو نداریم چون حضرت آماده هست آماده میشه تا برگرده اون ماجرایی که یکی از این قبطی ها دعوا داره میکنه یکی از بنی اسرائیلیا سر یه باری و یه با کف دستش هول میده و رو میمیره و ماجراها ماجرا هم شنیدید خب حضرت موسی زمانی که میاد سراغ اینا نه تا معجزه داره معجزاتی که هر کدوم واقعا معجزات بصریه چشمی و حسیه کف دستی که چنان نور میداده که اصلا چشار میخواسته کور کنه اسایی که اجدها میشده از آسمان قورباغه میباریده ملخ اومده تمام دار و ندار مصری ها رو میزنه حتی موجه هاشون رو تو خواب میخورن یعنی اینقدر یه چیز عجیب غریبه آب نیل خون میشد شد مصری خون... نون نداشتن آب نداشتن بخورن همه اینها موجزات عجیب غریب بود که حیمنه فرعون رو شکست یعنی واقعا شاید مردم جرئت نمیکن چیزی بگن اما ته دلشون فرعون خونده شده بود گفت این چه مذهبی ما داریم خدا این خود ما قوی تره هی هم امتحان میکردن حضرت موسی فقط یه چیز میخواست از فرعون گفت تو که آدم نمیشی خود فرعون هم به خدا دعوت کرد برخی از مصری ها به حضرت موسی ایمان میارن دقت بفرمایید مؤمن آل فرعون کیه پس از آل فرعونه تو قصر فرعونه آسیه همسر فرعونه از قبطیان اینا اما ایمان آوردن دیدن بالاخره اما تعدادشون کم بود یه بخش میترسیدن رو کنن تقیه میکردن حضرت موسی به فرعون فرمود که باشه تو میخوای ما نیاری هم به درک خود میدونی بذار من بنی اسرائیل ببرم فرعون هم اصلا ببین ذات حکومت کفرینه که نمیتونه کنار خودش حکومت دیگر بپذیره رفتن اینا رو له میشد غرورش اون استکباری که داره قرآن چند نفر رو متکبر میخونه مستکبر میخونه یکیشون شیطان یکیشون فرعونه ابا واستکبره میگن مستکبر بودن فرعون اجازه نمیداد هر بار اجازه نمیداد حضرت موسی بلایی سرش می آورد اون باز میگه غلط کردم قول میدم فردا دوباره روز از نو روزی از نو تا آخر بنابر این شد که حضرت اینا رو کوچ بده اون ماجره معروف یونس آیات 90 تا 92 ما بنی اسرائیل را از دریا گذراندیم و جاوز ناب بنی اسرائیل البحر فرعون و لشکریانش به قصد ستم و تعدی به تعقیبشان پرداختن فرعون و جنوده بغیان سر نامردی و ظلم چون فرعون می ازا ادرک غرق میشد اذا ادرکه الغرق غرق می وقتی داشت غرق میشد قال آمنتو گوی من آوردم که هیچ خدای جز آن که بنی اسرائیل بدان ایمان آوردن نیست و من یک تا پرستم غلط کردم <applause> شد. و من از تسلیم شدگانم و انا نل مسلمین شما میگه مسلمون هم و من مسلمون شدم گو من مسلمون شدم آقا چه کاریه اع الان ا یعنی آیا و الان این دیگه به درد عمت میخوره این به خودت میخوره دیگه آیا اکنون و تو پیش از این اصیان می کردی و از مفسدان بودی امروز جسم تو را به بلندی می افکنیم تا برای آنان که پس از تو می عبرتی باشی و حال که بسیاری از مردم از آیات ما غافلند که بعدن جنازه همین فرعونم هم چی شد پیدا شد و اومدن آزمایشات انجام و باعث شدن موریس بوکای مسلمون بشه وقتی این اتفاق دید و دیدن که مثلا حتی نمک دریا شناسایی کردن تو جسم این حالا بمانه حالا که چون رسانه دست صهیونیست و رو علنی نمیکنن که مردم بفهمند یه بعد یه گوشه کتابی خونده باشی یه سایتی دیده باشی بعدش هم شک کنی درست درست نیست ساختن نه ساختن اینا اون دانشمنی هم که دا دیروزش داره مرد، بگه خدا وجود نداره همه تبلیغش میکنن فقط کافیه بگه خدای وجود داره که کلا بزننش کنار را. حالا اینجا خدا به اینها عنایات هم کرد به خاطر به حضرت موسی یعنی زد تو دهنی به کف فرعون هم غرق شد حالا اینجا یه سوال پیش چرا حضرت موسی برنگشت به سمت مصر دوباره یه فرعون و لشکرش غرق شدن دیگه حالا اون هم مصر با امکاناتش مونده برگردن اونجا دیگه درسته یا نه خب اما نه اینو میگه باید بریم سمت فلسطین چرا چون اساسا ساختار حکومتی مصر حکومت و اصلا معماریشون سبک زندگیشون جوری بود که اصلا و ابدا اصلا و بعد جور خراب شده بودن برای من حضرت موسی زیاد با اینا کار نداشت میگه بزن من بنی اسرائیل ببرم اصلا تو نمیتونستی با اون برج و باروهای اونا حکومت الهی تشکیل بدی با سبک زندگی اونا بیای دوباره حکومت الهی تشکیل بدی اصلا خرابکاری میشه دوباره دلبری میکنه برای اینا اینا را هم عین همونا میکنه نه خطرناکه مثال هاش هستش خدا هم به اینا, اینا, اینا کرد و اینا داشتن میرفتن رسیدن به اون دریا و اصلا اونجا اعتراضات چه گرفت پس چی شد یا موسی این که داره پشت سر میاد حضرت موسی فرمود که چی ان معی ربی خدای من با من دین. به دریا شکافته شد جماعت عوضی هم بودن ها یعنی همونجا مثلا دریا شکافته چرا حمله میکنه میگه که گلی ما نمیریم اینجا گله پامون گلی میشه خدا یعنی برای بودن بعد به امر الهی باد شدیدی وزیدن گرفت به حدی شدت داشت که خوش کرد یعنی کف دریا برشن خوش شد که دیگه پاشون نره تو گل گفت بیاد حالا برید گفت ما دعوه اون میشه کدوم قبیله زودتر بره دوازده تا عشیره بودن دیگه این که یک راه شکافت شد این یعنی که دوازده تا راه شکافت دوازده بخش شد گفت حالا میرید یا نه گفتن نه حضرت فرمو چتونه؟ گفتن که از کجا من ما بریم اون یکی نیاد گفت بابا داره فرعون پشت سرتون میاد گفت نه ما باید مطمئن گفت بین این دیواره های آبی که بین ما هست هر از چنگ یه دونه اینجوری سوراخ باشه ما ببینیم بغلی داره میاد چه عرض میکنم بخونید رو عجیب جونه برای بودن اینا بهانای بنی اسرائیل معروفه دیگه هنوزم هم همینجوری خصلت رو دارن برای دینداریشون هزار جور شرط تعیین میکنن برای خدا بعد حضرت موسی باز اون قبول که. ببین برای اول، اولین بار امت شکلی گرفته تا قبلش ما امتی وجود نداره اصلا در زمان یعقوب هم امتی وجود نداره در زمان اسحاق هم بود از اون حضرت ابراهیم هم نیست یه پیغمبری تو یک جایی داره بر برخی از آدمای خوب پیام میفرسته اما که یک امتی مخا 600 هزار نفر آدم بودن اینا جمعیت خیلی زیادی بوده رد شدن رسیدن اون طرف یه قومی رو دیدن داره اون طرف دریای سرخ این اینا به شما بگم ما این دریایی که میگن رد شدن به اصطلاح ما میگیم نیل این در... رودخونه نیل نبود همین یکی از این دو تا شاخه های بالای دریای سرخ بوده من این بار مفسر راجع به این بحث کردم بعد رسیدن اون طرف یه قومی رو دیدن دارن بت میپرستن گفتن یا موسا میشه ولی یه لطفی ما بکنی از از چیه چی کار یه در این خدا هم ردیف کنی ما بپرستیم خیلی آدم بعد مثلا دیگه زبون نفهم باشه این همه بابا موجزه خدا برای کوه انجام میداده به کوه نصف میشد سنگ برای سنگ انجام نیست تکون میخورد از موسی عصبانی شد گفت شما شورش رو در آوردی نه معجزه رو ندیدید یا آدم میشه و ترسیدن اما اینجا اینو تو ذهنتون بمونه یعنی زندگی همراه بت پرستا تو دل اینا اثر گذاشته بود کاری نش اصلا بت چیه ببینید یه مصری ها بت مصری ها با کلاسی بودن از نظر اینا اینا مش بیابونگرد بودن قبلش زمانی که میرن مصر اصلا ستون ندیده بودن ساختمون ندیده بودن وقتی ساختمون های آنچنین اون دیدن و فرعون از الاوتاد اون رو دیدن چه عظمتی اینا رو گرفته بود زندگی فرعونی اینا رو گرفته بود فرعون بچه های نارو میکش و زبه ابنا هم و یستحیون نسا هم پسراشون رو سر میبوری زب میکرد زناشون رو زنده نگرم داشت ازشون کار میکشید تو فاهش خونه از این استفاده میکرد برای فحش ها میکشوندنشون بازم اما میگفتن ما رو زده اما دمشک هم دیدی چی ساخته میسازه دیدی وقتی میاد با تخت میاد همیشه دور شو کور شو به قولی میدن چه عظمتی داره برای این برای همین سبک زندگی بابا ما قبول داریم یهوه رو قبولش داریم این الله قبولم تو آسمون هست نمیشه حالا مثلا رو زمین هم چیز داشته باشه اینا اینا ما جلو اینا کم نگیریم با هر بهانه جلو اینا کم نگیریم حضرت موسی عصبانی شد رسیدن اون طرف خداوند متعال میفرماد اعراف 160 ما آنان را به دوازده سبت یا دوازده گروه تقسیم کردیم چون قوم موسی از او آب خواستند به دو بر که اسای خود را به این سنگ بزن و از آن دوازده چشمه شکافت ببین یه دونه چشمه نه دعواشون میشد اینا آقا ما پسرهای مثلا هم چه میدونم روبن از این بعد اشیر از اون بعد آب بخورن نمیدونم کی از اون بعد آب بخورن اینطور لاوی بعد از اون آب بخورن حضرت موسی خودش از بنی لاویه خب و از آن دوازش و هر گوری از آب خورگاه خیش را بدانست و ابر را سایبان ایشان کردیم میگه هر جا میرفتن تو بیابون یه ابری هم معمور کردیم بالا سر اینا بیاد ببین انگار خدا اینا رو تو دستش گرفته داریم میبره با تمام این سرتقبازی بازی انقدر خدا مهربونه میگه ایبی نداره برای اولین بار میخوان امت تشکیل بدن میخوان به کفر جلی به بتپرستی خاتمه بدن درسته بعد همینجوری که تو بیابون میرفتن بلدرچینا خودشون پرواز میمیکردن به سمت اینا یعنی خودشون میومدن اسیر میشدن اینا این بلدرچینا رو سرخ میکردن میخوردن بعد بهشون ترنجبین هم میداد ترنجبین یه چیزیه به خار بیابون بسط شیرینه قند طبیعیه خیلی هم تو تب اسلامی توصیه شده بخورید تو آب حل میکنی قند طبیعیه روی خار اینا ترنجبین بین اون مناطقی که اونجا میرفتن رو خارش از اینا داشت از اون شربت یعنی مواد مغذی بدنشون تامین میشد حالا یه بحث هم انجام دادن رو ترنجبین دارن رو ویتامینه که ترنجبین دارن که تقریبا میگن غذای کامله حالا یه بحثی حالا جدا خواستید برید خودتون کسای پزشکی این چیزا برن بررسی بکن. یه خورده که اینا غذاشون تکراری شد رم کردن <applause> آره یه جماعتی یه هفته بری اردو فکر مثلا هر روز بهشون چلو کباب بدی چه قاطی میکنن دیگه یا چه خبر آقا نمیشه همه چلو کباب همه چلو خوب غذا خوبی بود روز اول و دومش خوب بود دیگه بعد اون دیگه تکراری شده اصابشون خورد شده یعنی نعمت های عجیب قریب خدا به اینا داده بود از آسمان خود بلدرچین میاد خوش دخم. هیچ تله چیزی نمیذاشتن به خداوند میفرماد که و از قال موسا لقومه یا قوم اسکرو نعمت الله علیکم این یادتون بیا این نعمتی خدا بدون از جعل فیکم انبیا و بین شما پیغمبر آوردیم و جعلکم ملوکا ها ما از شما رو مالک سرنوشت خودتون کردیم و از انایات و الطاف خودم به شما های فراوان دادیم ما لم یعت احد من العالمین تا قبلش ما به هیچ کس از اینو نداده بودیم با چه, چه قوم این کارا رو کردن این همه پیغمبر کدوم قوم به اندازه قوم حضرت موسی پیغمبر داشته به اندازه بنی اسرائیل هیچ قومی اینا فقط توی یه روز 50 تا رو پیغمبر سر بریدن جوری رفتن در مغازاشون نشستن کارو کاسه شروع کردن که انگار اتفاقی نیفتاده بین طلوع این از فجر تا طلوع خورشید 50 تا یه روایت 70 تا پیغمبر رو سر بریدن بعد اینقدر خوش گرفتن کرکرای مغازه رو دادن بالا ما چی شده اینو کوش نمیشون دیگه حرف زیادی میزدن میگفتن نزول نخورید میگفتن زنا نکنید پیغمبر خوبی نیستن کاری که ما میخوایم انجام بدیم رو میگن نکنید خود کردید اینا پیغمبر رو کشتن بعدن کتابای پیغمبر رو مطابق میل خودشون کردن که <applause> اینا تایید میکنه این شکلی شد در ادامه یه خورده که گذشت اینا آتی کردن یعنی این شکم بهشون فشار آورد این آزمون اقتصادی بود خود از اینو گرفت از هر قومی که بخواد حکومت الهی تشکیل بده میگیره آزمون اقتصادی میگیره میگه و اذ قلتم یا موسی میگه و زمانی که گفتید یا موسی لن نصبر علی طعام و وا. لن واحد ما دیگه صبر نمی کنیم به یه غذای واحد لن هم تو زبان عربی نفی للعبده یعنی امکان نداره دیگه بتونی یه پرسی با از این قصه فکرش هم نکن دیگه تموم لن نصبر الله تو آمن فدعو لنا ربک فدعو بخوا دعا کن لنا برای ما ربک از خدات پدر سخت خدا شما نیست نمی ربونا ها یه خدای ما نه می موقع اینجوجا ربک بگو خدات یخرج لنا من ما تون به تول ارض نمیخوام از آسمون بیاد این چیزه که تو زمین در میاد که به ما بده چی میخوام من بغل ها و قثارها و فم ها و عدس ها و بسالها ها سبزی میخوام خیار میخوام سیر میخوام عدس میخوام پیاز میخوام با ترکیدیم دیگه همش من و سلوا من و سلوا حالا حضرت موسی میگه بابا یه خورده صبر کنید میرسیم توی اونجا تو ارض موعود اونجا خودمون کشاورزی رو میریزیم حکومت خودمون اونجایی که دوست داریم میسازیم حکومت خدا میفهمید یعنی چی گفتن لن نصبر یعنی چی عمرا فکرش هم دیگه نکن به حضرت موسی خیلی عجیب جواب میده قال اتستبدلون الذي هو ادنا بالذي هو خیر آیا شما عوض دارید میکنید اون چیزی که ادنا پسترینه سیب زمین پیاز و این شکمتون شکمتونو با چی هو خیر تشکیل حکومت خدا از این قابل مقایسه است نمیگه اینو میگه دارید بدلش میکنید دارید عوضش میکنید به باب استفعالم هم رفته یعنی شما به زور دارید این کارو میکنید مطالبه دارید میکنید گو دارید چیکار میکنید اگر اینو میخواد اه به تو مصر برید توی مصر یعنی شهر چون اون مرکز اون کشور قب ایجپت سرزمین قبطی ها تمدن و شهر نشین داشته به اونم گفتم مصر متوجه شدی؟ یاحبی تو مصرن گم مصری پیدا کنید برای خود یکیش همون مصری که توش بودید این خیلی عجیبه یعنی کسی که اون حکومت قبلی رو زده پاشونده بلند شده قیام کرده برای خدا برای حکومت الهی تو اولین امتحان که امتحان اقتصادی کم آورده خدا داره بهش میگه چی گم شو برگرد همون حکومت قبلی خودت برو همون جایی که بودی هم یعنی از یه جای بالای جای پایین اومدن یعنی همراه با تنزل مقامه برگردید نمیشه ارجعو نیست برگردید نه احبتو یعنی برید همراه با تنزل ها ببین خدا به حضرت آدم و حضرت عوام میفهمه با احبتو یعنی هم خودش هم نسلش رو میگه میگه تو یعنی تنزل مقام پیدا کردن اینجا میگه تنزل شما دیگه اون قوم برگزیده نیستید که خدا دوستتون داشت بتون این چیزایی داده بود که بعدینا نحن فضلناکم علی عالمین ما به شما برتری داده بر کل عالمیان این که الان خودشون میگن ما چوزن پی پل ایم یعنی قوم برگزیده ایم برای همین میگن دیگه نه خیر شما قوم برگزیده بودید قوم برگزیده بودنتون درسته اما حسنتون غلطه نیستید تموم شد رفت شما ملعون درگاه خدایی هستید الان بسیار از فتنات دنیا زیر سر همین صحیح نیست دیدی چیکار دارن میکنن دنیا رو این همه کشت و کشتار فساد تو دنیا تمام این مشکلات اقتصادی که تو دنیا زیر سر همین هست رسانه ها دست اینا انتشار گناه دست اینا اونا که تحریج میکنن ببین شما فکر الان شما میگه شیعه سنی گافر هستن تو هند کنار هم دارن زندگی میکنن خون از دماغ یه نفرم نمیاد چون رو اونا کار نمیکنن میبینی اراده بکنن رسانه هاشون تحریک کردن یکی یکی رو زنده میذاره. یعنی تو میانه تحریک میکنن تو اونجا تحریک نمیکنن این چقدر جالبه فان لکم ما سألتم. برید اونجا هم آتش که میخواستید هست و چیزایی که خواستیم زمین بیازاتون اونجا هست برید و علیهم ذل و و او به من الله میگه ذلت و خاری بر اونها مخت شد و غضب خدا اونها رو گرفت مبتلا شدن چرا زاله که به انام کانو یک فرونه به آیات الله بابا اینا آیات خدا رو را... بابا این همه معجزه من برای هر کی کرده بودم یه تکونی بخور شما اصلا آدم نمیشید و یقتلون النبیین به غیر الحق میگه و شروع کردن پیغمبر کشی میگه بدونید بنی اسرائیل نتونست تحمل کنه چند روز گرسنم نبودن ها شب سر گشنه هیچ زمین نمیذاشت گفتن چرا تکراریه دقت بفهم با هر ربیشی و کجداری و مریضی هم بود حضرت موسی اینا رو کشون آورد جلو چقدر اذیتش میکرد حضرت موسی چقدر هرس میکنه دست اومدن رسیدن حضرت موسی چند نفر یا ده نفر اینا جدا کرد فرستاد گفت برید بررسی کنید وارد هم ساز زمین فلسطین شدن گفت برید بررسی کنید یا حکومت جباری اونجا بود که اینا دستور بهشون داده شده به, به واسطه شما این حکومت ستمگر بعد بین برن. اون هم ظاهرن امالقه بودن آدم قد درشت و هیکل های درشت و نوت قد دو فلان اینا حضرت رفت این اطلاعاتی هاشو فرستاد رفتن تو شهر چرخی زدن اومدن حالا بین حضرت موسی هم فرمانده سیاسیه هم نظامیه هم اطلاع حکومت دینیه می نمیشه سیاستش رو نظامی گریش این چیزاشو جدا گرد کرد فرستاد اینا رفتن بررسی کردن برگشتن گفتن که حضرت موسی هم فرمانده نمیری تو شهر به چرخید. فقط میاد به من میگید اینا گوش نکردن رفتن تو شهر چرخدن یک کلاق چل کلاق شد این گفت رفتن خودشان ترسیده بودن اونا گفتن آقا این یک و نوت قد دارن بابا برج و باروی دارن این یک و نوت رسون به اون یکی شد دو ده اون یکی شد دو بیست اون یکی شد دو اون یک, یک عراجیفی که مثلا یه جایی اومده میگه دشمنان بنی اسرائیل یک کلاشون دروش بود که موسا دو متر قدش بود دو متر اساش بود دو متر هم پرید پرت میگن نگه خب شو 6 متر رسید به قوزک پایو یک کلاخ چل کلاخ کردن خودشون ترسیدن در مورد چیز هم هست دیگه در مورد نبرد حضرت داوود بیرید یه موجودی رو عهد اهد... عدیق تصویر میکنه حداقل دقل هفتش دهمیل قدش بوده اون عراجیفه تحریفه آوردن که چی؟ اینقدر گنده کنن که بنیستان اون جریان نفاق اینو به شما بگیم هر بار حکومت الهی شکل بگیره کنارش یه پک نفاق هم شکل میگیره که تا موقعی زورش نرسه ادای همینا رو در میاره یقه میبنده ریش میذاره انگشتر عقیق به دستش میندازه و تسبیح دستش میگیره که مثلا شکل من میشه خب اینجوری آروم آروم نگاه هر موقع احساس کنه نه وقتشه الان یهوی اصلش و ذاتش میده اینا شروع کردن شیطنت کردن فرمان آمد یا قوم ادخلوا ارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين آقا برید به این سرزمین مقدسی که به شما کتبه دستوره واجبه کتب علیکم الصیام روزه واجبه همینطور میگه واجب شما چه باید برید ولا تا هر تا به برنگردید به عقبا فتنقلب و خاسرین بدجور خسران زده میشلا. ما ماهده 21 بنیم چیکار کردن هیچی دیگه سری چفیار انداختن و سربندار رو بستن و مابدیار و عاشقان اینا نه قالو گفتن یاموس بشین دو کلام حرف حساب بزنیم این نفی ها قومن جباری اینا که زورشون زیاد تو این ها این تو این سرزمین اونقدر نست یه قوم ست و اینا ما هم لن ندخله ها عبدا بازم لن عمرن وارد نمیشیم ما با اینا نمی جنگیم خود دانیم حتی یخ منها ها یه کاری کن برن بیرون بعد ما میریم اون تو و حضرت قرار بود اینجوری بشه من خودم می‌رفتم حکومت تشکیل می‌دادم دیگه و شما چی کارید خدا قرار حکومت الهی به واسطه بندگانش تشکیل بده خدا تو دهنی به جامعه کفر به واسطه بنده های الهی میخواد انجام بده وگرنه یعنی خدا بلد یه عذابی بفرسته کل اون شهر نابود بشن تو یه لحظه کم نبوده این کارا کرده گو اینا بگو برم بیرون موقع چشمو میریم فن یخرجو منها فن داخلون رفتن ما موقع داخل میشه قال الرجل من الذين يخافون نفر از اونا بودن که آدمای خدا ترسی بودن ان عمل الله علیهم خدا به نعمت داده بود گفتن ادخلوا بابا بیت خجالت بکشید بیاد برید توی سرزمین وارد بشید ما به محض اینکه وارد بشیم غالبون شما خا... فانکم غالبون غلبه خواهید کرد خدا با ما رفته خدا چی کار کرد با لشگر فرعون؟ ببین خدا اول نفرمود برید به دریا رسید دریا رو باز میکنم گفت برید شرط کار با خدا توکل چون اولش بگه که هنر نیستش که و همه منو شما اگه بهش رو جهنم رو بدن الان ها خب ایش که دیگه هنر نمیکنه خیلی من طرف در پدر سخته باشه دیگه نمیفهمم بیا برید آدم باشه دیگه فعل الله و به خدا توکل کنید این کنتم مؤمن اگه راست میگید ایمان آوردید چه خالی میبندید جواب دوباره قال یا موسا بله ببین موسا جان انا لن ندخلها ابدا عمرن نمیریم ما دام و فیها تا ما که نمتن انت و رب بک خودتو فقط برید فقتلا. دو قتلا دوتایی با هم بجنگید شما قتلا شما دو تا تو و خدات با هم برید بابا موسا اون برای کی نگه داشتی بیا نازی بن زیدا پدر امینا داره انا ها هنا قاعدون ما اینجا لم میدیم شما برید بجنگید آزمون جهاد همین قوم شکست میخوره قهر الهی میاد ولی معصوم از این جامعه گرفته میشه قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی خدایا من جز خودم و داداشم هیچ کدوم اینا رو دیگه نمیتونم حرف گوش کنم نیستم خودم و همین هارو ففرق بی ففرق بیننا و بین القوم فاسقین بین من این قوم فاسق بین ما دوتا بین ما دوتا این قوم فاسق فاصله بنداز چی شد؟ قال فإنها محرمة علیهم ورود به اون سرزمین به اون زمین 40 سال بر اینها ممنوع شد علیهم عربعین سنتن چل سال به اینو ممنوع شد یتیهون فی الارض گم شده بودن چل سال تو بیابونا شب میخوابیدن شب را میرفتن راه میرفتن راه میرفتن را می که برسن میخوابیدن صبح بلند میشنن سر شد دیوونه شده بودن چل سال همراه با گرستنگی من نو سلوارم ازشون گرفته شد هم رفت اون سنگم که دوازده تا چشمه ده اونم بلند شده خودتون حالا برید غلطی دلتون میخواد این نیستش که شما فکر کنی اگه عهد خدا رو بشکنی برمیگردی به حالت قبلت نه خیر ذربت علیهم ذل و المسکنه نه باید تو دهنی بخوری چرا بعد بدتر بشه حالت چرا چون وقت گرفتی از خدا تو وقت خو... وقت جامعه رو کشتی نه حواس باید جمع بشه وقت رو تلف کردی فلا تاس علی القوم الفاسقین ای موسی تو هم انقدر ناراحت این قوم فاسق نباش حضرت موسی فرمود بین من این قوم فاسق فاصله بندازی تو هم معیوس این نباش تاسف نخور به درک که رفتن موش جونش ضربه دوم این یک حیرون شدن تو زمین گم شدن موسی امام زمین بود ما تو زمان گم شدیم اونا یتیهون فی الارض 40 سنه چل سال تو زم... زم... زمین گم شدن ما الا متا اها رفیک یا مولای الا متا تا متا یعنی که تا کی باید حیرون باشیم احار از حیرون میاد ما کی باید پیدات کنیم او امام زمین بودی امام زمانه متوجه شد چی؟ و منم نمیدونم که قوم موسا میدونستن چل ساله یا نمیدونستن چون دفعه قبل خوب جواب دادن اون دفعه قبل اراده الهی بر این بود که بین یوسف و حضرت موسی 400 سال فاصله باشه 400 سال نشستن چل شب شبانه روز نشستن اشک ریختن گفتن خدای غلط کردیم رفتن سراغ فقه هاشون اصر قیبته. فقط فقه گفتن ما چجور باید بود؟ گفتن اینطور گفتن خب پیامبرامون نیست اما خدای پیامبرامون که هستن میریم استغفار میکنیم خدا 170 سال به اینو بخشید اره همون راه می دیدی یک سوم زمان یعنی اینجوری بتونیم یک سوم زمان که نه یعنی تا شروع کردن گره کردن رسید حضرت موسی تا اون موقعش 230 سال گذشته بود از چه واسه زودتر این کارو میکردن چیه زودتر میرسوند امام صادق علیه السلام فرمود که 170 سال بعد رو بخشیدن اگر امت ما همین کارو نکنه باید وایس تا وقتی که قضاش برسه اندازه وقت ولی خودش میتونه زودتر بعد بخواد بفهمه که ولی معصوم نداره یتیهون فی عرض حیرونی تو این دنیا هیچ هم جاتو نمی هیچ سیلی دوم این بود به ما نقضه هم, هم چون عهدشون رو شکستن و هم ما لعنه جن... لعنتشون کردیم نقض میثاقم لعنام و جعلنا قلوبهم قاسیه دلاشون هم سنگ کردیم به خاطر همین وقت دلاشون سنگ شد چون ما لعنتشون کردیم شروع کردن تحریف کردن کتاب خدا تحریف کردن دینشون شد دین تحریف شده رفتن توی دین تحریف شده افتادن تو قفس آره فرقی فرق اینا با ما چیه اینی که اینا رفتن توی دین تحریف شده افتادن و فکر می‌کنم تحریفات درسته یعنی امکان خروجشون از اونجا بسیار نادره فهمی چی شد یعنی این تحریفات رو به اسم کتاب خدا به اسم خدا میدونه واقعا فکر میکنه پیغمبر عرق خورده واقعا فکر میکنه پیغمبر زنای محسنه کرده اینو تو کتابشون آوردن واقعا فکر میکنه کارش درسته تحریف کردن که چی چون دلشون سنگ شد تحریف کردن که آن برگزیده وعده داده شده از فرزندان اسحاق است تا دیدن آن برگزیده از فرزندان اسماعیل است قبول نکردن گفتن میکشیمش پیامبر چقدر اذیت کردن آخرام به سم همینا به در ماجرای شهادت امیرالمومنین نقش دو بار فتنه بنی اسرائیل از امام صادق پرسن حضرت فرمود به قتل علی و قتل الحسین تو عاشورا که نقش کلیدی دارم من مفسر راجع به این صحبت کردم الحمدلله شکر خدای فضایرم باز کردیم اخیرا امثال دیدم متناش داره پخش میشه سخنرانیا دارن میگن سخن 5 6 سال اون موقع ما فوش خوردیم سر این حرفا الان الان بحث شده کتاب دارن می نویسن دیگه بله سالها اینا مخفی کردن تو شهادت امام حسین اصلا عرب نقاب نمیزده که تنقبت کیان اینا تو اون اصلا نقاب زدن مال اینا بود اینا نشون کرده بودن و خداوند در شمال فرات قربانی دارد مال تورات ها مال اهد عتیقه تو ندونی دون نداشت حضرت داوود قلب من برای مصیبت حسینم جر... شرح شرح شده است کتاباشون بود دوتایی که جایی دیگه کمتر گفته بودم اینجا به شما بگم اصلا قصیل قلب شدن و تمام ادیان رو منحرف کردن یعنی تحریف بشه دینت فکر کنی فکر کنی راه غلط را درسته اینا میشن اخسرین اعمالا قرآن سوره کرد میگه میخوام بدبخت ترین آدم کره زمین رو معرفی کنم او کسی که خسران زده است فکر میکنه کار درستی داره انجام میده مثل این داعشیه همین بلا سر امت اسلامی هم اومد اینا هم عهد قدی رو شکستن دلاشون سنگ شد اونا پیغمبر کشتن اینا امام کشتن اینا اکثرین اخسرین اینا یهود امتن تحریف ها رو فکر کردن اصلشون با توسل قبول نداره شفاعت قبول نداره پس از بخشی از این محروم کرده خودشو بگردیم مثلا فقط بریم خدایش سجده کنیم تو رو نماز بخونیم از شیطون بیشتر میخوای نماز بخونی؟ حالت خوشه؟ تو بدون خلیفت الله ابلیسی بیش نیستی عمرن هم صد سال نه هزار سال هم نمیتونه اندازه شیطان نماز بخونی جمع کن بابا کاسه گوزه تو شیطان قیامت هم قبولش معاد هم قبولش فکر کردی مثلا این معاد قبولش یه نمازیم نمازی هم میخوندی و خدا قبولش. هم قبولش همین ها رو شیطان قبول داره یا یوم یبعثون تا روز برانگیختگی و قیامت به من فرصت یه قیامت قبول داره این ملعون آره اومد دینداران رو شبیه خودش کرد گفت بده بیا من ببین خدای چرا آدم این آدم سجده کن این آدمام اینو نگاه کن داره همه رو خودش میکن. تو دهنی خوردن رفت افتاد عقب سالها بعد در زمان یوشه رفتن تو اون سرزمین دی اون سرزمین اینی که نشد بخواد بشه شروع کردن کشت کشت تا حضرت داوود دومین پیغمبر معصوم که علم بر میداره حضرت داوود با عنایت الهی این آزمونا دوباره گرفته میشه حکومت رو تشکیل میده اما میرسه به حضرت سلیمان به امام بعدیشون حالا با ما مدل سازی خودمون رو بکنیم ولی بعدی کارو خراب میکنن به محض اینکه سرش گذاشت حضرت سلیمان آصف ابن برخیا وصی ایشون بود باید میرفتن سراغش رفتن کارو خراب کرد رفتن سراغ شیاطین سحر و جن و جنگیری و سوره بقره 102 رو بخونید و ما و کفر سلیمان ولو که و نه شیاطین کفر رو بعد نسبت دادن که این سلیمان قدرت الهی نداشت و دروغ یه جنگیر بوده به خاطر انگشترش بوده این حلقه هر که ارباب این حلقه بشه این دیگه کل دنیا دستشه دوزاری شرف افتاد دیگه دعوا سر این حلقه است کل دنیا سر این دارن میجنگن که هر کسی تو همین فیلم جدیدی هم که باز ساخته بودن از این جک و لوبیای سهرامیز مدل جدیدش اگه دقت کرده باشید بازم حلقه بود که حلقه تو عالم بالا تاج بود تو عالم پایین تاج بود تو عالم بالا میشد حلقه چون اونا بزرگتر بودن برنامه میشد حلقه بهش میگن توی ادبیات عرفان کابالیست خوش میگن کتر یا خطر یعنی تاج اینا هوا. چقدر دارم. شما خودتون همتون الان ماشاءالله با کاب یا با کابالیست دیدن قینا رو ما صحبت‌ها گفتیم یاد گرفتید ازشون ما آره این چیزای شما میفهمی که 100 سال مسئولین ما نمیفهمن خبر ندارن تو دشمن شناسه خیلی رشد کردن الحمدلله جان زمان حضرت داوود خدا یه چیزی رو کرد که فقط زمان امام زمان توی بنی اسرائیل به از داوود داد تو بنی اسماعیل فقط به امام زمان میده اونم یه قضاوت باطنی حضرت داوود اصلا مدل قضاوت اینجوری نبود فرق داشت با می اومدی میدونست چیکاره دیگه حکم میداد اهل بیت هم میدونستان امیرالمومنین مثلا تو میرفتی پیشش میدونست چیکاره مونتا مجبور بود شواهد چی بده ظاهری حضرت داوود لازم نداشت ریختن به هم خرابکاری کردن قران میگه سوره نساء 65 فلا و ربک رب به خدات قسم خدا به خودش قسم میخوره اینجا به خدات قسم لا یؤمنون اینا ایمان نمیارن دروغ میگن حتی بریم شرطش چیه حتی یو حکمو که ما شجره بینهم. هم الا اینکه وقتی اتفاقی افتاد تو رو بیارن حاکم بذارن تو رو قبول کنن بیان فصل خطاب حرف پیغمبرمونه وقتی مشاجره شجره بینهم. مشاجره بنشون شما یو تو بیا حکمیت کن آقا جون ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا یک اول تو رو قبول کنن اصلا بیان به عنوان قاضی قبولت کنن دو حکمی که دادی بپذیرن و یسلم و تسلیما ته دلش نگاه کن لایزو فی انفسم هر جا ته هم احساس آزردگی نات بکنن چی شد یک قاضی قبول داشته بشن دو حکمو بدی بپذیرن سه ته هم ناراحت نشه حضرت داوود مثلا میمد طرف میمد بابا این مثلا گفتش که آره گاوتو دوزیده فلان جاست برید بیارید یا گاوتو دوزده کشته انقدر پولشه این حکم اون این دزدی کرده حکم این گاورم بد پس بده اینطور تو خودت چهار روز که کشتی پدر سوخته این نقطه فلان جا تو چا بر جنازه رو در بیارید این حسابرسه اون این میشه این حسابرسه تو این حسابرس میشه. این حسابرس میشه اینا بر دارش بزنید تو یه دقیقه 5 تا 6 تا پرونده قضیه رو حل می‌کرد الان 50 60 سال بعد بود دوباره اینا گرفتی چی شد زمانم اون زمانم اینجوری میشه زنا قاضی میشن چون لازم نیستش که چیز بکنن تقز المرعه تو تقز تجلس و فی بیتها و تقزی به کتاب الله و سنت النبی میشینه تو خونه قضاوت میکنه پرونده برش عرضه میشه میگه این ده سال اون نوسا فلان تمام. مثال میزنم حالا من نمیدونم اصلا زندان هست اون موقع نیست اینا نمیدونم خب خوبی نداشت میشه اینطور پس آزمون اول چی بود؟ اقتصادی آزمون دوم جهاد آزمون سوم حکمیت اصلا ولی خدا رو تو من حکم قبولش میشه آزمون بعدی اینها آزمون فرهنگی بود آزمون سامری یه گوساله علم کرد همشون چپ شد از این قوم تمام این چهار تا آزمون سرفصلن این چهار تا آزمون خود از همه میگیره به محض اینکه بگی من حکومت الهی میخوام یاد سراغت زمان پیامبر نبود آزمون اقتصادی شه و طالب میگه یه خرما رو سه یا شش نفره میخوردیم میفهمین یعنی چی خرما رو سه یا شش نفره بکنید یعنی چی یه خرما رو یه بار شی ش... سه قسمت کنید قضا ببینید مثلا میتونه مونه بهش نگاه کنی هسته خورما رو با سنگ میکوبیدن هسته خرما رو باش آرد درست میکردن شاید بتونن یعنی باز یه دونه یه دونه اونا رو هم نمینداختن دور سه سال تو این محاصره شدید اقتصادی ما الان تحت محاصریم به اون عنوان ها شیشتا تا نظری میبرید خونهاتون یه خرما امیرالمومنین میفهمه میفهمه سنگ به شکم اون میبستیدیم که معده کوچیک بشه کمتر احساس گرسنگی کنه دراز میکشتن رو به آسمون سنگ میذاشتن رو رو شکمشون که کوچیک بشه اینطور سختی ها کشیدن کجا ما کشیدیم بابا آزمون جهاد از قوم موسی گیر بس پیغمبرم گیر بله بدر احد خندق هنین سربلند بیرون اومدن تا حدودی تو احد نه بدر خندق آره اما باعث بانی با ویژه ش امیرالمومنینه که اینا پیروز میشن اما دمشون گیر افتن جنگیدن حالا در مجموع امت اسلامی خوبه برای همین امت اسلامی یه مرحله از حضرت موسی یه جلوی حکومت رو میتونه تشکیل بده اصلا آره کار رو نتونستن بکنه آیا آزمون حکمیت داشتن اینقدر آیاتش تو قرآن هستش که پیغمبر میگه آقا اگه این پیغمبر خیلی به حرف شما گوش بده خودتون اذیت میشید یعنی چی یعنی به حرفش گوش پیامبر اگه حرفی میزد میگفتن امن الله اومنگ حرف خدا زی حرف توه <applause> اگه قرآن خوب حالا مجبوریم اما حرف خودم هم حرف داریم بهت منابع اهل سنت رو بخونید تو منابع اهل سنت مثلا میگه جبریل نازل پیامبر یه حرفی زد خلیفه دوم یه حرفی زد بعد جبریل نازل شد گفتش یا رسول الله فلانی راست میگه خب خدا ما رو سرکار گذاشته خب از اول همون فلانی رو میکرد پیغمبر دیگه او که بیشتر میفهمه این به کجا رسید چه تحریفاتی خدا پیغمبرو پیغمبرو که پیغمبر و پیغمبری پیغمبر رو پستچی میدونستن که پیامش آورده پیامش فقط چیه کتاب خدا گفتن حسبنا کتاب الله دقیقا بنی اسرائیل هم همینو میگفتن گفتن برو الواح وردو بیا به کار دیگه کار نداشته باش حضرت موسی گفت بعد از من حکمیت موسی رو نگاه کنید هارون اخلفنی فی قومی آی قرآن بعد من هارون چیکار کردن وقتی برگشت گفت برادرم اینا چرا گوساله پرستن فرمود ان القوم استضعفونی و کاد و یقتلون من منو بکشن حرف منو گوش دادن انی خشیت ان تقول فرخت بین بنی اسرائیل خودت به من گفته بودی وحدت رو حفظ کنم بین اینا مجبور شدم وحدتو رو برای وحدت حفظ کنم هیچی نگم ولا توش مت الاعدا منو جلوی اینا با من جو حرف نزن دقت بکنید شکست خوردن تو این آزمون ها امت پیغمبر اینطور بود تو آزمون های فرهنگی شد پیغمبر میگم ما اون پیغمبر قبول فقط تو بوسی پایم تا بود مگه نبود در زمانی که پیغمبر حالش خراب شد و فرمود آتونی به صحیفت و دو دوادی قلم کاغذ بهم بدید اکتب لکم شای ان لن تزلو بعدی یه چیزی براتون بنویسم بعد از من گمران شده. هفت جای صحیح بخاری اومده بعد اینا خیلی جالب این جماعت میگن خدا سر قوم موسی آورده ما تافته جدا بافتیم سر ما نمیاره صحابه موسی بت شدن صحابه پیغمبر امکان نداره عدالت صحابه همشون خوبن توهمات اینا بیاد بیرون این چیزا این حرفا چی چیه گفت بده یه چیز بنویسم هفت جای صحیح بخاری صحیح کتاب کتاب دارن اهل سنت اومده هفت جا فقال عمر ان الرجل لا یحجر گفت این مرد داره اینجا رجل منی ای بدم تازه میده ها چون ان رسول الله گفتید دیگه ها خیلی معنی بدی میده دیگه حالا یه جور تنقیص توشه حالا من نمیخوام لفظ استفاده بدارم روز تو آسیاتون خورد بشه حالا این مرد بگیم دیگه چیز دیگه است بدتره این مرد داره حزیون میگه باشی نمیخواستم با خوشونت بر کنم آره ان رجل لیه جور هزیون داره میگه لیه جور غلب و علیه الوجه از جنگویی برش قالب شده هست ونا کتاب الله کتاب خدا بستمونه حرف ایشون گوش نیست حکمیت فهمید امت پیغمبر خورینت داشته باشید حضرت موسی وقتی از تور برمیگرده تور یعنی کوه من نباز میگن کوه تور یعنی کوه کوه وقتی از تور برمیگرده میبینه دارن گوساله اولین کار که میگم یا رفته تو تورات بیاره تورات تو انداخ زمین ای بابا احترام امامزاده رو متولیش نگه تو خودت پیغمبر توراتی تورات تو زمین, زمین. زمین طرف تورات بدون حرف من فایده بگید تورات بدون حرف هارون فایده ای مگه نگفتم هارون چرا گوشی کنار مگه قرآن بدون علی فایده داشت چی شد؟ مگه قرآن بدون پیغمبر فایده داشت؟ اینا قرآن هم نمیخونن یعنی همین قرآن ما نخواستیم تفسیر کنن ظاهر قرآن رو ساده بخونن حله به قرآن و همون قرآن قسم بگن چرا خدا داره این قصه رو براتون تعریف میکنه القل الوان نه کنار گذاشت چرا کنار گذاشت که بعد دوباره خود یهودی میگن دوباره تورات نازل شد بعد اون که توبه کرد کشت و کشتارها صورت گرفت دیگه و انفسکم آره چون ولی خدا رو پس زدی بینتون اختلاف میفته و شما بعد از اون شاهد کشتارها خواهید هنوز ادامه داره میبینید ولی خدا رو پس دادن چه جنگ ها چه کشت و کشتار ها شد آقای که شما باشید امیر المومین همین آزمون ها رو داره آزمون جنگ نداره جمل نداره سفین نداره نهروان نداره آزمون اقتصادی نداره وقتی شروع کرد به محض اینکه که شروع کرد اقتصاد و سر و سامون بده دوباره مساوی از بیت المال تقسیم کنه یه عده از آقایانی که تا دیروز تا خرتناخ خورده بودن قاطی کردن بر نتافتن زبیر قبول نکرد تله قبول نکرد زن پیغمبر قبول نکرد معاویه قبول نکرد حکم قبول داشتن یکی دیگه به اسم امیرالمومنین ثبت شده آزمون حکمیت حضرت فرمود من میگم مالک بره گفتن تو نباید حکم تعیین کنی شرمنده بشین سر جات. ما میگیم برای مذاکرات با ما میگیم کی باید بره برای مذاکره ابو موسی اشعری این شد که چهارمین حکومت الهی هم شکست خورد که بهت خواد خوده حضرت به شهادت رسید و رفت که رفت دیگه رفت که رفت دیگه به زمان امام حسین و امام حسن تو هم آزمون جهاد شکست میخورن ادامه نمی. امام حسن تا اینا بر جهاد فرام میخونه تموم امام حسین داره به سمتش اصلا هیچ چی نشده میان برعکس جهاد میکنن علیه امام حسین تا این که چی گذشت این مسیری که اهل بیت من تو این شبها دارم توضیح میدم مسیری که امام حسین باز کرد برای اینکه هیچ وقت کفر جلی بر نگرده کفر علنی و ساختار منافق و نفاق همیشه مجبور باشه ادای دیندارا رو در بیاره گذشت 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 فقاهت شیعه 400 سال کتابا رو حفظ کرد بعد اون دوره تبوی رسید ابواب فقهی رو باز کرد باب جهاد باب فلان باب بهمان رسید مسائل اصولی رو آوردن فقط گری نکردن آرام آرام در زمان صفویه یه حکومت نیمچه شیعه شکل میگیره اما فقیه حاکم بگید نیست مشاور اون تا اینکه که چل سال پیش تو این مملکت یه اتفاق دیگه میفته مردمی که رفیق آمریکان دقت کن جاندارم آمریکا تو منطقه هم. عربستان الانه هر کاری کنن هیچ کی نمیگه هر جنایتی صورت بگیره ماسمال میشه یک مردمی با تاثیر از امام حسین اصلا هم 42 محرم تاثیر داشت هم 57 میان پس میزنن فلاز رو باید منتظر تمام این چهار تا آزمونی که گفتم باشی یک جهاد داشتیم یا نداشتیم هشت سال سربلند بودیم یا نه سربلند بودیم عالی دمتون گرم کاری کردید که امت رسول الله نکرد امت حضرت موسی نکرد امام میگه من امتی که من دارم پیغمبر نداشته راست میگفت چرا به حضرت موسی حضرت موسی به این جماعت میگه برید یا قوم ادخل و ارزل التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادواركم فتنقلبوا برید وارد این سرزمین مقدس بشید نمیرن میگن زورشون زیاده تمام دنیا اومدن تو خرمشهر مستقر شدن از سودان نیروی نظامی آورده بودن العروبه های مصری رو آورده بودن فرماندهای نظامی از یوگوسلاوی اومده بودن کمک میکردن به صدام آمریکا یا فرانسوی یا شوروی یا همه اما گفت خورم شب و آزاد چه. یه سال، ولی معصوم امام خمینی نه ولی فقیه این مردم میگن چش میگن اونجا وحشتناکه میگن اینا زمین رو چجوری تجهیز کردن چشم شهامت ها به وجود بیاد افتخارات می, می که تو تاریخ تکرار نشد عجب غریب بعد بعد منتظر آزمون اقتصادی باشید <applause> من حرفا الان که نمیزنم که 7 سال پیشم زدم درست یا نه آیه قرآن رو من نوشتم آیا رو طبیعه میگه میان تو بخوای حکومت حرف از خدا بزنیم این دور تو میاد. الان ما با اونا کاری داریم ما نشستیم تو مملکت خودمون ناو از ده هزار کلومت اومده فرستاده اینجا میگه به کی میخوای فروشی؟ بفروشی به تو چه نواد نافف. بفروشی نه نواد از این نفت بخره میبینی ما انقراب هم کرده دیم با امریکا رابطه داشتیم که اولش سفارتشون شده لونه جاسوسی چیکار این ذات کفر قبول نمیکنه و الان خبرش شنیدی که کره شمالی میخواد رو بر بچینه درسته؟ من از خبر خوشحالم شدم چرا؟ چون علم مقابله با کف فقط باید دست شیعان امیر المومن باشه مطمئن بودم این اتفاق مفتی بچه همونو گفتم این میزنه کنار باید حجت تموم بشه هر جا مبارزه هست نام حسین ابن علی باید وسط باشه یه واقعیت مگه میشه جز امام حسین کسی کشتی نجات باشه یارو کمونیسته بیاد مثلا فاز دستکباری داشته باشه با خودش مستکبری و این چیکار کرده کره شمالی چه جنایت ها که نمی کنن اونجا این انقلاب تو این مسیر اومد و بدونید فتنه های فرهنگی هم خواهید داشت فتنه های سامری ها راجعا فتنه سامری مثلا مثال توضیح بیشتر بدم ارزم جمع بکنم فتنه سامری سوال اینه که سامری چرا گوساله علم کرد بز درست میکرد نمیدونم تمسا کوریکودی درست میکرد یه جک و دیگه حالا چرا گیر داد به گوساله میدونی چرا چون اون شهری که بنی اسرائیل تو اونجا بودن خدای نامبروان اون شهر رو بوتش رو به شکل گاو میساختن اسمش آپیسه برید تحقیق بکنید گوساله تو فتنه آخر زمان 400 سخنرانی بود 358 دقیقه اونجا توضیح دادم مفصلش رو اونجا گوش کنید گاو آپیس گاو زرد رنگ هر که رنگ زرد رنگ خورشید بود برای بنی برای قبتی ها مقدس بود زرد تخم گربه زرد اگه میدون میومد هر چیزی گندم طلایی گاو زرد اشغال میکرد دیگه اصلا بار نمی هیچ کاری نمیکرد. یه چیز از ژنتیک فهمیده بودن از این نطفه گیری میکردن از گاو زرد بعدش هیچ کاری هم که اشغال میکرد خدا بود دیگه میچرخ مثل هند آخرش پیر میشد میمرد وقتی میمرد جنازش هم میداختن تو دریا تو یعنی تو رود نیل که این برکتش رو به سرزمین‌ها ها بده و میگفتن این زردی گندم مال اونه شره تو مخشون بوده دیگه این تو مخ بنی اسرائیل نشسته بود گاوه زرد همش دنبال اجل. چی هن؟ اجله عجله یعنی چی؟ یعنی گاو و دقت کن چرا سامری گاو بر اینا درست کرد و چرا گاو با چه جنسی ساخت با گل درست میکرد راحت بود که زودتر آماده میشد زرد باید می بود. این تو دلشون نشسته بود شما قرب زدگی شنیدی ما الان قرب زدیم دیگه مثلا یه دونه چشمابی مسلمون بشه شیعه بشه انقدر خوشحال و خرکیف میشیم که نگو یه چینی شیعه بشه بود درک ما هممون مذهبیامون حوزویام ما یه رگه ای از چیز داریم غرب زدگی داریم شرکه <applause> من میگم شرک مرحوم جلال خیلی خوب میگفت غرب زدگیش توضیح میده دیگه شرکه الان س... تبلیغات تلویزیون رو دیدید؟ این آدمایی که نشون میدن بچهای کوچیک همه رو بور انتخاب میکنن دیدید؟ شما که آدم نیستیم که بعد شبیه اونا باشیم. و جلوی مسئولین ما این اتفاق میفته و اصلا حالیشون نمیشه میفهمی یه نفر باید بخواد بفهمه که مقابله کنه یه خودشه که هموناست گرفتید چی شد؟ دقت کردید؟ ما،, ما, آدم نیستیم که اونا نژاد برتر آنگیلا ساکسون اونا لابد اینا آمدن گوساله تلایی ساختن حضرت موسی اومد گوساله رو آتیش داد بعد چیکارش کرد؟ فلیمه نصفا برادش کرد ریختش تو دریا دقیقا کاری که اونا میکردن مونتا به آتیشش کشید ریخت تو دریا نه خود چرا تاکید میکنی ریخت تو دریا نمیفهمیم دیگه چی از قرآن فهمیدیم که مثلا ایناشو بفهمیم آیای تابلوی قرآن مسخره نکن غیبت نکن دروغ نگوش رو انجام نمیدیم میخوام بریم توی چیزایی که یه خورده یه لایه باید زحمت بکشیم آقا جان بنی اسرائیل مصر زده شده بود غرب زده شده بود قرآن میفرماد یؤمنون بالجبت و جبت چیه که همه مفسرین توش گیر کردن بنده خدمتتون عرض میکنم جبت فرهنگ مصر باستان میگن جبت ای جبت همین الان دارم میگم مصر یؤمنون به فرهنگ مصر و باستان ایمان آورده بودن تعویلا حالا جبت و طاغوت چیزای گفتن ها اما تفسیرش اینه بلاخره قرآن تو یه ترمینولوژی تیمولوژی لغات انجام بدی ببین لغات از کجا نشد گرفتن؟ کلا راجع اینا من یه بحثی دارم الان مفصله خدا چرا الیاس و اسمش یونانی استفاده میکنه موسی عیسی رو یونانی استفاده نمیکنه بعد اونم میگه موسس جیسس ایسس چرا الیاس اسمش ایلیاه الیاس نیستش که این یونانی همه آخر اسمار چی میذاشتن؟ اوس میذاشتن یه اس، آخرش میذاشتن اینا نکته درش نهفته است نکات ز... عمیق زبان اصلا باز نشده بعد فکر کنم آقامون بیاد یا یونس رو اینطوری استفاده میکنه نام اصلی یونا بعد اینجا رو دقت بکن یه خورده که میگذره یه خورده که میگذره بعد حضرت هم چجوری میزنه اون گاور میترکونه ببین میدونه اینو بزنه اونا رو زده میخواد اون مرض رو تو دلای اینا بکشه حب به قرب پیدا کرده بودن مصر همشه قربشون دیگه جنوب قربشون در اون خوبه اینجا رو دقت کنید میرسن یکی اینا کشته میشه شر میشه آقا بنی اشیر بنی روبن کشتن نه آقا بنی لاوی کشتن دعوا میشه بینید دوازده تا دعوا حضرت موسا خدای بازی سوژه جهید اینا پیدا کردن تو این هیروبیر میخواد نبا بجنگن که این موسا من به شما لطف میکنم اراده میکنم مرده زنده بشه به یکی منو کش که الکی به خود نجنگم برن همون یه نفر قصاص کنم خوبه دیگه حضرت موسی گفت خیلی خوبه, خوبه. چیکار باید بکنم خود خدا فهم به شرطی که برن یه گاو بکشن شما رو به خدا یه بار به این فکر نکردید چرا خدا میگه باید برن یه گاو بکشن چرا خدا یه گوسفند بکشن یه گله شطور بکشن اصلا میگه چی یه گاو بود چرا؟ میخواد فرهنگ مصر تو دل اینا بکش. و به زبان بی زبانی و غیر مستقیم خدا میفرماد یکیتون مرده میخواید زنده شه؟ میخواید زنده بشید؟ میخواید اختلافاتتون بر... بره کنار؟ راهی ندارید جز اینکه اون شرک مصر را خودتون بنزید بیرون حرفش اینه دیگه به زبان بیزم تو حالت ملکی در زمینی اتفاق رقم میزنه نمادین که ببین برای احیا شدن و این که اختلافات از من رو حالا اینا چی میگفتن حضرت موسی نمیخواستن بکشن تعدلشون راضی نبود بهانه میوردن چه رنگی باشه یا موسا و خدا میگه چه رنگی باشه خدا فرمود چی نفهم هر رنگی بری یا گاو بکش حالا هر رنگی هر چی اونا در رفتن خدا درستو دقیق در کرد گفت زرد باشه. آیه قرآن رو بخونید اینو که فیلمش هم ساختن درست شد این آیه پوریا پور سرخ نقش همین پسر بازی میگه مرده بود زنده شد دیگه چه ناسپاس ها فکر میگه آسوپاس بعد اینا دیدن حالا تو از آن زیاد وقت ندیم تمومش بکنم هی hey, بهانه از اونا اصرار از خدا آدرس دقیق شد دقیق شد دقیق شد دقیقا همون یهوی برگشتن دیدن فقط یه گاو با این ویژگی ها دارن تو کل بنی اسرائیل اونم دست یه پیرزن یا بچهش از این برم به حضرت موسی گفت برو به اونا بگو که به شرطی گاو اونو میدید که گاو که کشتید پوستشو کندید پوستشو پر طلا میکنید به من پس میدید دقیقا کرد گوساله بگید تلایی گفت گوساله تلایی رو بکشید تا بتونید زنده بشه بعد آیه قرآن میره چیه میگه یه جا دیگه اینا انقدر به قول دید بهانه تراشی کردن خدا کوه از تو ریشه در آورد آورد بالا سرشون فکر کنید فکرشو بکنی آدم میترسه فکر کن بالا سرشون خدا فرما آدم شدید کوه بالا سرش دارن نگاه میکنن و آدم شدید گفتن بله خدا میفهمه دروغ میگه قلب از محبت گوساله نوشیده است میگه محبت گوساله اجل پرستی یؤمنون بالجبت ته دلشون ما این انقلاب رو به ثمر نخواهیم رسون الا اینکه غرب پرستان تصفیه بشه تصفیه یعنی چی یعنی به مردم اثبات بشه راه به جایی میگه محبت قرب و بنوزید بی... بی... از اونور بر آبی براتون نمیجوشه نوش جونتون 15 تومن کمتونه گفتی درست میشه دیگه آمریکا تزمینه مگه میشه زیر حرفش بزنه نه پون... بار که فرعون زد زیر حرفش هم گفت بنی اسرائیل ول میکنه اینو تموم کن بعد دوباره میگو خوب کاری کرد ده بار دیگه هم برید همینه ذات اینه خدا میفرما ذاتش فکر کرده قصه کلسوم ننه و تعریف کرده بعد نگاه می‌کنه ته دل انا الان خوشحالی میاد بعدمون میاد همون بد اومدنه همون جنس دیگه دوستشون داره یه سوال دارم ما الان دقیقا میخوام چیکار کنیم با امریکا ارتباط برقرار کنیم ما ما قبل انقلاب نداشتیم ارتباط <تصفح> به و حسن داشتیم که هم عالی و آنچنانی بود ما نه با پولای ما رو پس بس بده بسمونه ارتباط آنچه نه اون موقع که اصلا تو F14 که خودش داشت به تو میداد F16 هم داشت تو را بود برات خواست بفرسته تو رو رفته بود سعیم کرده بود در اجازه داده بود یعنی سهم بهش کت خداست دیگه اجازه داده بود شما در بزرگترین شرکت غنیسازی سازی دنیا 11 درصدش مال تو بود تو فرانسه الان نمیذاری سانتوفیج بچرخونی یعنی تمایلش اینه که یه دونه هم نچرخه دیگه اگر هم داره میچرخه تو بعد محکم وایسته دیگه این نمیگه روح پای خودتون وایسید نترسید به دریا برسید براتون باز میکنم دریا بابا من خدا رو من خدا رو به اندازه همون فرعون قبول داشته باشید حرف خدا هم. مظلوم خدا قبولش ندارم بگه تو وایستی هشت سال با جنگیدن چه غلط تونستم بکنم الان عراق و سوریه دست کیه همون عراقی که با تو می جنگید تو چی کار داری؟ تو وایستا بقیش با من یه دونه شلیک یه گلوله میدم بیفته دستت هر فتنه ای کردن شد پس اون بخشی که ما انقلابی عمل کردیم جواب گرفتیم بخشی هم که چی انقلابی عمل نکردیم مثل کشور برخورد کردیم با قواعد و قوانین نشو اونجا که انقلاب کردیم موشک نقطه زن آنچنانی میسازیم اینجا که انق... برخورد نکردیم اندر یک پرایدیم چهل تومت پول پراید بدیم خودمونیم انتخاب میکنیم و چی شد؟ یک به ولی منصوم نداری. خدا پس قبل از حکومت های ولی معصوم شکل بگیره آزمایش میکنه منتها چون آن امام پیروز از قطعا منصوره آزمایش بعد از زورش معنی نداره اون که پیروزه من اصلا همه آزمایش رو ببازم چی میشه خدایا؟ فلزا قبلش امتحان گرفته میشه از امت یازده بار امام آماده بوده معموم آماده نبوده امام رو کشتن این بار تا معموم آماده نشه امامی نخواهد آمد ما با ولی فقی مانور میدیم برای زندگی با ولی معصوم اگه نا میدونیم ولی فقی معصوم نیست چیز واضحیه اما از بقیه بیشتر دین میفهمه در واقع ما رفتیم سراغ فقه ها سراغ روحانیون و سراغ خونده آقا جان میشه بیاد حکومت دینی تشکیل بدی گفتن خب بابا من که امام جمعه مسجدیم بعد باید مجتهد از من بیشتر میفهمیم باشه رفتن آقا رفتن مجتهدا جمع شدن گفتن خب شما مجتهدان چی تصمیم میگیرید یکی از خودتون رو بذارید رئیس درسته یا نه ما هم حرفش گوش بدیم شما هم گوش بدید بسم الله کار پیش ببریم یعنی اصل این کاری که تو شک مبنا گیری جمهوری اسلامی انقلاب اسلام اینه و باید این امتحان ها رو پس بدیم اگر شما فکر کردید بعد خودت قوی شی باید محکم بشی دل در گروه اون نداشته باشی اقتصاد خودت درست کنی نظام گر... نظام تو تو درست کردی سیم خاردار بهت نمیدادن سیم خاردار بهت نمیدادن پتو بهت نمیفروختن چیزایی که کاربری دوگانه داره یعنی مثلا تجاری هم استفاده میشه نظامی هم استفاده میشه چون نظامی استفاده میشه نمیدن دریچه کولر رو نمیدادن یه مدت یک این کشور اروپا بفاید دریچه کولره میگفت این رو مخواد بیاری تو نیروگاهاتون استفاده میکنه دریچه کولر خاص سالا مثلا با کفیت چه تو خودت تونستی اقتصادم تا خود. اما حالا بجنگ اقتصاد درست کنن پنج سال شیش سال چسبیدن چی میشه؟ به ول کن اون ور رو نه نمیگم من ول کن باشه یه نیم نگاهیم به اون ور داشته باشم یه فکرم به حال این ور بکن ده درصد بیشتر اثر این افزایش قیمت نرخ ارز به خاطر تحریم نیست ده درصد هم نیست بیا عراق نگاه کن درگیر این همه جنگ روز به روز پولش داره از تو قدرتمندتر میشه سوریه رو نگاه کنم چقدر سقوط کرده ارزششون تو این سال ها که ما ارزش پولمون رو این به خودت رو ببین ما وابسته ایم امروز به دلار و اونا بعد نمیذاریمش هم کنار فقط یه رقم بیش از یک سوم 37 درصد اقتصاد ما گره خورده با چین فقط با چین ما معادلاتمون رو یوانی کنیم یعنی یک سوم نیازم به دلار پرید رفت یهوی یه خب ای آزار داری اینجوری پ... پی... خودت بعد درست کن بیام هی چش به اون طرف داشته باشیم آقا با آمریکا و اروپا پنج بلگ نشستیم برجام امضا کردیم بارک تو رو قرآن گوش کن تا سیاست بازی رو بزن که ما در مورد سرنوشت کشور داریم صحبت میکنیم به پیر به پیغمبر به همه امامزاده قسم به این مشکی امام حسین به خدا بحثم چپ و راست نیست من مشکلم اصلا مذاکره با آمریکا نیست ما بره حرف بزنه با هر کسی آدم میتونه بره حرف بزنه یعنی که دل درگیروش نداشته باشیم اعتماد نداشته باشیم این بعد به خودمون اعتماد داشته باشیم پامون بزنیم تو خاک خودمون مشت بزنیم اون طرف رو هوا وای نیستیم گفتیم ما پنج بالا بگیم آمریکا اومده بیرون می میبینن برجام با اروپا افس میکنیم الان اروپایی ها میگن شرکت هم بگن اروپا میگه ما خودم برجام میخوام برم بیرون ببینن ما خودمون برجام افس میکنیم با کی حالا خوشه با کی افس میکنیم برای کی افس میکنیم برجام بر خارجیه یعنی خارجی ها ما رو آدم حساب نمیکنن تو قبلش الان میریم با کری میشیم رو به روی میز خیلی مهمه یعنی چی؟ یعنی برای من مهم اون خارجیه مثلا نگاه میکنه دیگه یعنی شعره داریم آقا جون تعارف نداریم که چپ و راستش هم همینجوری حالا یکی دراستی کمتره تو چپی بیشتر واقعیت دیگه امام حسین اصلا فلسفی که تو رو زنده نگه داره که بتونی این آزمون چون مثلا دقیقا همین آزمون جهاد در آزمون اقتصادی را خونه و زندگیت بگذری بری فرهنگ غنی اسلامی رو بشناسی حکمیت به قرآن قسم شما آقا خانم‌ها تو جلسه نیا ببین خانم‌های خصلت دارن دلشون کوچیکه زود رنجن صبور نیستن مثلا بگی من این فردا اینو می‌خرم فرداش پس فردا ناراحت میشن دستت درسته یا نه حضرت موسی با اون عظمتش پیغمبر خضر یه سری کارا می‌کنه چرا این کارا می‌کنی درست یا نه؟ صدا از یه زن تو کربلا در نمیاد به دقت کردید؟ بچه شیشمار داره چرا این بچه شش رو بردی؟ آقا بردی بچه هم به کشتن دادی تو که میدونستی اینا؟ ها صدا نمیشنبی حکم هر آن تو فرمایی هرچی تو به یا حسین همه تابعن اونجا بحثی نیستش که من زن ما یا من خواهر ما موسیم داداش تو امام ما معموم همه را اجازه تو فرمود تو پاشید برید تو میخوام بشینیم پاد وایستیم تو این سناریو تو این نمایشنامه زیبایی که نوشته بر کل بشریت برای نجات هستی ما هستیم اینجوری نگاه کن در طول 7000 هزار سال تاریخ انبیا ببینیم ماجرا رو و انقلاب اسلامی تو این قد و قواره ببین بابا چل سال ما پشت دست نمیدم تو دهن اینا چرا نمیبینید کی جورت میکرد سرباز اینا رو بگیر دستگیر کنه اینجوری این عین همون اسو انداختن است به خدا تغییرشون کنی کی جرأت میکنه به اسرائیل بگه بالا چشن ابرو حمله موشکی کنه به اسرائیل که شیعه کرد چه سی و سه روزه حزب الله چند وقت پیش به تیفور حمله کردن جوابشو گرفتن حواسمونو رو جمع بکنیم شب عاشورا بفهم چی میخوای. تو این بستر زمان خودتو ببینی تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت امام زمان عجل الله ان خدا همه ما رو از مسببین اصلی و خیر در جریان ظهور ایشون قرار بده صلواتینات بفرمایید